در آمریکا، ایالت آیووا همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 در مرکز این رقابت‌ها نیز قرار گرفته است و کارزار بزرگ انتخاباتی نامزدهای حزب دموکرات از 99 ناحیه در آنجا در جریان است. جزئیات بیشتر در گزارش کین فرباغ. اینجا در آیووا از مهمانی‌های داخل سالن تا گرد همایی در فضای باز، کارزار نامزدهای انتخاباتی 2020 حزب دموکرات برپاست. رقابت و چالشی سخت برای گرفتن پست ریاست جمهوری آمریکا. اما پیش از چالش پرزیدنت ترامپ در نوامبر 2020، ابتدای نامزدها میبایست حمایت رای دهندگان دموکرات آیووا را جلب کنند. اولین ایالتی که رای دهندگان در اوایل سال 2020 منتخبشان را برمیگزینند. من برای یک نامزد جوان که قدرت را به دست بگیره آماده ام. هنان سناتور پیشین ایالت آیووا بوده. من در سال 1984 از طرف انجمن دموکرات‌های آیووا انتخاب شدم و تنها نامزد زن بین 29 مرد بودم. او تعداد بالای زنان شرکت کننده در رقابت 2020 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دلگرم کننده می‌داند. البته خود او از برنی سندرز حمایت می‌کند. من فکر می‌کنم خیلی بده که ما بیمه همگانی نداریم و این دلیلیه که از سندرز حمایت می‌کنم. و برای برخی دیگر از حامیان، انتخابات 2020 تنها درباره سطح دستمزدهاست. گرچه رای دهندگان دموکرات آیووا در حال حاضر از نامزد مورد علاقه خود حمایت می‌کنند، ولی در نهایت همه از منتخب نهایی برای پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد. من امیدوارم که کسی در کاخ سفید قدرت رو به دست بگیره که برای همه مردم کار کنه و فرقی بین مردم نذاره. منتخب نهایی حزب دموکرات در ایالت آیووا 3 فوریه 2020 انتخاب خواهد شد. ایالت آیووا به عنوان ایالتی کلیدی در انتخابات 2016، دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد.